و نشنال اینترست ویور این تاپیک داغ روز که امروز اینستاگرام رو که باز میکنین همه جا پر شده در مورد EB2 نشنال اینترست ویور بشه تابید. آمریکا گرین کاردش رو حراج کرده، همین امروز اگر اقدام بکنید 3-4 ماه دیگه ایج رو در سواحل فلوریدا میتونید برای خودتون با همسر و بچه هاتون زندگی کنید، اجازه کار دارید، بچه هاتون اجازه مدرسه دارن و از این چیزا که دیگه گوش هممون پر شده. ولی امروز میخوام بعد از اینکه این همه ایمیل گرفتم که همه میخوان از این ارزیابی رایگان استفاده کنن ببینن آیا واقعا اینجوریه که به همین راحتی ما میتونیم بیایم آمریکا، چون مسترز داریم یا دو تا مقاله چاپ کردیم، به همین راحتی میتونیم بیایم، یا اینکه نه واقعا شما باید یک کوالیفیکیشن خاصی داشته باشید. اگر یادتون باشه توی ویدیو قبلی در مورد معیار کمی و معیار کیفی صحبت کردم که اداره مهاجرت به دو تا معیار دقت میکنه، یکی اینکه شما مینیمم کوالیفیکیشن ها رو داشته باشین و دیگه اینکه شما از نظر کیفیت هم کارتون با کیفیت باشه، یعنی صرف اینکه شما مسترز داشته باشین، صرف اینکه شما 10 سال سابقه کار داشته باشین، مقاله و سایتیشن و اینها داشته باشین، لزوماً شما رو واجد شرایط برای EB2 یا NIW نمی کنه. چیزی که متاسفانه توی اینستاگرام پر شده که یک مقاله داشته باشین با یک مسترز 6 ماه دیگه آمریکا هستی. اما چجوری خودتون قبل از اینکه اصلا بخواید برای من ایمیل بفرستید یا برای هر کس دیگه ایمیل بفرستید، چجوری خودتون با پرسیدن یک سوال، یعنی یه تست خیلی کوچیک انجام بدین که متوجه بشین که آیا صلاحیت دارید یا نه. و اون هم این هست: Exceptional Ability. آیا شما Exceptional Ability دارین؟ آیا شما استعداد خارق العاده دارین؟ یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما مهندس هستین، اگر وکیل هستین، اگر پزشک هستین، اگر که دکتر هستین، هر رشته‌ای که دارید اصلا مهم نیست، آیا شما میتونید خودتون رو از همترازهای خودتون متمایز بکنید؟ این سوال رو باید عزیزان قبل از اینکه این رزومتون رو میفرستین از خودتون بپرسین. من چه کار خارق‌العاده‌ای توی کارم در حیطه رشتم انجام دادم که من رو یک پروفشنال که اکسپشنال ابیلیتی داره؟ این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه استعدادی دارین که افراد دیگه‌ای که توی رشته شما هستن ندارن. حالا این رو یا شما از طریق جوایزی که بردین نشون میدین که اون کاری که انجام دادین جدای از اون وظایف روزمره مختص به اون جابه. مثال بهتون میگم، شما اگر که پزشک باشین، خب شما هر روز مریض میبینین. این که شما مریض میبینین هیچ مزیتی نیست و اکسپشنال ابیلیتی شما نیست، چون این خیلی نرمه برای اون جابی که شما انجام میدین. یا اگر مکانیک هستین، اگر توی ایران خودرو کار میکنین، اگر توی بانک صنعت و معدن کار میکنین، اگر حسابدار هستین، خب شغل شما اینه. صرف این که شما 20 ساله دارین توی بانک صنعت و معدن کار میکنین یا 10 ساله دارین توی ایران خودرو کار میکنین، شما رو کوالیفاید نمیکنه. اون چیزی که شما رو کوالیفاید میکنه اینه که نشون بدین که توی کارتون یک امتیاز ویژه دارین. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما از طرف رئیس جمهور مملکت مورد تقدیر قرار گرفتین، شما از طرف دانشگاه انتخاب شدین، استاد برتر شدین، مثلا 5 سال استاد برتر شدین، مقالات زیادی دارین، آدم‌ها بهتون ریفر کردن، کتابی نوشتین و اون کتاب باید یک کیفیتی داشته باشه، وگرنه امروز همه میتونن برن توی آمازون هم کتاب چاپ بکنن. آیا اون کافی هست؟ خیر. کاری در واقع اینجوری بخوام توضیح بدم، کاری یک مقدار بیرون از اون باکسی که مختص به اون در واقع وظایف روزمرتون هست انجام دادین، اون موقع شما میتونید در مورد این کاتگوری ویزا فکر بکنید. این سوال مهمیه، از خودتون بپرسید. اگر که فکر کردید که بله من اکسپشنال ابیلیتی هستم چون افراد دیگه‌ای که توی این رشته دارن کار میکنن دستاوردهایی که من داشتم رو به دست نیاوردن، من خیلی خاص‌تر هستم و به خاطر رزومه قوی که دارم میخوام که برای NIW اقدام بکنم، ازتون ممنون میشم اگر این ویدیو رو شیر بکنید با دوستانتون. منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید.